أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروردگارو همه ما را برای راست هدایت کن خدای گناه های ما زیاده گناه های ما را بخش آمین یا رب العالمین خب سلسله بحثمان در باره تربیه نسل پاک آیه مبارکه رقم 106 107 بحث و مناظره داریم یک سلسله مفسران در این بابت بحثا کردستین کیا به رحمت خدا نزدیکن کیا به رحمت الله نزدیکن کدام انسان دعوا کرده میتونه که من به رحمت خدا نزدیکم کدام انسان دعوا کرده میتونه که من به خدا نزدیکم در همون بابت بحثا میشود که همین آیه رقم 107 کیا بدستین اما آن نفرانی که روز قیامت روی های اونها مثل ماه شب 14 میدرخشد اونا در رحمت الله هم اونها در جنت ابدی هم انا اکنون کیو در رحمت الله هم کیو بدستین همیره جمع کردستین علما کی همون در رحمت بوده ها کیو هم از ابن کثیر و از تفسیر مظهری از ده ها تفسیر ما روایت ها رو آوردیم از ابی ذر غفاری رضی الله تعالی عنه روایت بدست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدم که فرستاده خدا کیها در رحمت خدا هن گفت یا آبازر ایاک و زهکه پرهیز کن ای بسیار خندیدن کیو بدستیم بسیار در رحمت الله آدموی کم میخندن چرا فا این زهکه محرمت القلبی خنده بسیار دیل میکشه یکی از سببهای آدم ای رحمت الله دور شدن این خنده بسیار دست آدم باید بسیار نخنده و خیر شوخی نیست ما باید بسیار نخندیم خندم یا ای بزیب داره خیلی یک جده ها و یک بار دو بار یک جایی که همون جا ضرور خندیدن ها و ضرور خنده کردن ها از این زیاد باید ما احتیاط کنیم دویوم فا این جبرائیل علیه السلام قال والذی بعثک بالحق فجعلنی امینا فی ما بینه و بینک ما زحکت و منز و خلقت و جهنمه میدونی برای چه ابو ذر که من ترا امر کردم که کم بخند خنده را کم کن تا که در رحمت الله شامل شوی جبرائیل امین پیشم آمده بود گفته بود که قسم به خدای حق که من واقعا امین خلق کرده که من میگیرم وحی خیانت نکرده آورده در پیغمبروش میرسونم و حق تو را پیغمبری آخر خلق کرده گیای هر وقتی که من خنده را بس کردم دیگر کدوم و خنده را بس کردی جبرائیل معلوم ده که ملائکه هم میخندیدن همون روزی که خدا جهنم خلق کرد همون روزی که الله جهنم خلق کرد گفته من جبرائیل دیگر خندیدگی نیستم توزیرم یعنی که جبرائیل همین جهنم دیده بودستیم همشا من گفت دیگر نخندیدم چرا گفت زیرا که نمیخوان که ای رحمت الله دور باشه خنده زیاد برادران انسان از خدا دور میکرده دل آدم میکشته در یک حدیث گوهر باشون رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرمودن که ولی شما دوزخ تا ندیده بینه کو خون گریه میکنید ولی ندیده شما گفت شما بینه خون گریه میکنید ان همین خنده های به معنی مور از رحمت الله دور میکرده است جبرائیل قسم خورده است که از زمانی که دیدم دوزخ تا من خنده را فراموش کردم من خنده را از یادم براوردم حدیث ابو نعیم در حلیه روایت کرده بود است ابن حبان و ابو داود هم حدیث روایت کرده بود است یعنی. و قالت عایشه تو رضی الله تعالی عنها یا رسول الله مادر من عایشه صدیقه گفته است که ای فرستاده خدا هل یدخل احد الجنت من امتک بغیر حساب و یشمل فی رحمت الله
ای فرستاده خدا، یگان امتی تو بپرسیدن حساب و کتاب جنت میدرویا که در رحمت الله شامل شوه. گفت بله بله میدرویا. گفت او کیست؟ گفت وقتی گناهش گاو میزننش زور زور گریه میکنه، وقتی کسی گناهش به یادش میبیا گریه میکنه، گناهش میگن گریه میکنه و خدا نمیپرسه. گفت همیتا جنت میبرشه. یعنی که انسان خیلی خیلی باید از خاتمه عمرش ترسه، گناه را باید یاد کنه که من چی گناه دارم، در رحمت الله به پررگی شامل بده. وقتی گناهش یاد میکنه گریه میکنه، گناهش فکر میکنه عشق میرزونه، گناهش فکر میکنه لغزشش عشق میرزونه. ولی عایشه شامل رحمت الله های خدا حسابش نمیکنه. گفت کیس او؟ من ذکره، هر کسی ذکر یادش کنن چیشه ذنوبه و گناهش فبکا گریه میکنه. که بچه گناهی مقدمه مجا گناهی موزمینه، ای گناهش گریه میکنه، خدا حسابش نمیکرده قیامده. میکنه برای که برای گناهش گریه داره، اخراج نیسته. قال رسول صلی الله علیه و سلم اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت است که کسی در همین چهار خصلت باشه و منافق خالص است. این همین که خاتمه عمر ترسیدن در کار است. گفت چی؟ و انسان و صلا، نماز میخونه، روزه میگیره و زعم انه مسلمون، گمون میکنه که من مسلمانم. کیه این؟ اذا حدث کذبه، گپ میزنه دروغ میگه. ای خاتمه عمر ترسیدن در کره که آدم باید در رحمت الله شامل شود. یکی ای سبب هایی که آدم به رحمت الله شامل میشده، فردا نمیپرسیدیانش در قیامت جنت میرفته، ای آخری کار ترسه. نماز میخونه، روزه میگیره. گو اذا حدث کذبه و اذا وعد اخلفه، وعده میتی خلاف میکنه، وعدش نمیسته. و ایزا اتومینه خانه، امانتش میته خیانت میکنه. و ایزا خاصمه فجره، جنجال ده فقط مادر و پدر و اپا و خواره سب میکنه خورتا. اینو را گفت منافق خلیصن یا گفت. و این کانت فیهی خصله من خصلتن من هنه ففیهی شعبتو من النفاق. حدیث امام بخاری مسلم روایت کردین از حضرت عبدالله ابن عمر، گفتن اگر همین شعبه، اگر همین خصلتا در مسلمان یک تش پیدا شوه، یک شاخ از نفاق در بدنش هست. هر کسی ای آخر عمر میترسه و ای آدم شامل رحمت الله های، هر کسی ای عاقبت کار میترسه و ای انمی خیل رفته در جنت، فردا قیامت نمیپرسنش جنت میروه. مو کدام وقت رومون سفید های، کدام وقت در رحمت الله هم باید ما انا همین چیز در بدن ما باشه، باید ما از آخری کار چکار کنیم؟ ترسیم. ما نمیدونیم پگه چی گپای، ما فکر نمیکنیم پگه چی گپای. با این خصلت همون، با این فعلوی بعد من همه من داریم کجا میریم؟ در رحمت الله شامل شدن در کورای کی دعوا میکرده که من در رحمت الله شاملم؟ هر کسی که انا این خصلت ها را بس کنه، این خصلت ها را بس کنه. و روی ان عیسی علیه الصلاه و السلام انه قال، صاحب مظهری آورده است که حضرت عیسی در بنی اسرائیل بلند شد و گفت یا معشر الحواریین، ای صحابه های من، انتم تخافون المعاصی، شما از گناهاتون میترسین؟ گفتند بله. و نحن معاشر الانبیاء نخاف الكفر، ما پیغمبر را از کفر میترسیم. پیغمبر را از کفر میترسیدیم، پیغمبر را از کفر و ناشکری میترسیدیم، پیغمبر را از کافر شدن خلقش میترسیدای، ای فعل کفر میترسیدای. اما گفت صحابه های ما، شما ای گناه میترسید، ما ای کفر میترسیم، و ما ترسیم ای کفر که ای کفر رو میکردگی ما. کافر این نیست که برنگ فرعون گوه که انا ربکم العلا، خزه گوه ما خدا ما، مینه کافر. کفر بسیار های گمون نکن که تو پیش صلیب بیایی و او رو پرستش کنی و یا روی سیناگوگ رو پرستش کنی و یا پیش آتش کده بیای پرستش، بعد تو کافر شوی. کفر زیاد های کافری های کفر فرق داره. پیغمبر های کفر میترسیدن، عملای بی معنی، کارای بی معنی میترسیدن. حضرت زکریا
از بنی اسرائیل رو میگردونه و میگریزه دعوت، وقتی دعوت حق میترسوناند میگریزی، میترسوناند حضرت میگریزه، اومده درخت میگه پنهانم کن، پنهانش میکنه، جلکش بیرنده میمونه، بنی اسرائیل میگیرن درخت چیکار میکنن، به اره میبرن، اره میبیاد بین سرش رس میکنه، در همین حالت صدا بلند میکنه، از خدا امر میبیاد که زکریا مصیبت بالا اومدگی ده صبر میکنی، اگر لغزش کردگی ده صبر نکنی که جزاش نتی، مصیبت اومدگی ده صبر نکنی جزاش نتی، از کتاب پیغمبرم خطت میزنم. صبر کردن میگه اره دو بلاکش کن، حضرت زکریا رو به اره بریدن، رهی دعوت همینه بلاکت میکنن، رهی دعوت همینه میبرن تا رهی دعوت همینه همه بلا رو بالای سرت میبرن، رنگ زکریا تو قد میکنی میبرگه نباشه که خطت میزنم. چی با برای لغزش شکرگه قوم گرفت، اما رسول ما گرفتگی نزگون بود، برعکس اومدن میگیریم، دعوت کردن میگیریم. انا همین اگو زکریای نبی این همین خیلی امتحان شد، از دیوان پیغمبر رو بیرون نغلطید، برای این پیغمبر های کفر میترسیدیم. و کان ابو درداء، ابو درداء صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، همین خیلی بود عادت چون میگفت یحلف بالله ما احد امین علی ایمانه، ای مسلمان ها مسلمان ها مسلمان ها، ابو درداء پیر شده گفت صحابه پیغمبر، ای مسلمان ها مسلمان ها، قسم میخورم به الله که نگوه که این دنیا همتون به ایمان میره، وزبینه به ایمان مردن، ای آخر عمر ترس، ای بنده ففی رحمت الله، با در رحمت الله مدروید، ای مومینو ای مومینو، شما گمان نکنه که شما به ایمان میری، ای اسلوبهو، این که شما ایمان سلب میشود، ایمان چی میشده؟ سلب، سلب چی میگن؟ یک سیدکره میگیری در استانوفکا میمونی، افتابوز سور میشی میری، ایودت میبروی، میبیوی که سیدکه نیست، میبیوی که چی نیست؟ سیدکه نیست، سیدکره سلب کردیم. ما بسیار ایمان مونه رنگی سیدکو در بیرون مونده گیه میگیرن میرن شم، انا میره سلب میگن، ما به خبریم ایمان رو میگیرن میره شیطان، شما گمون نکنه به ایمان میره ترسه ترسه که ایمان سلب میشه و گرفته میشه و الا سلبه و این دل موت، و این همه وزبینش وقتی مردان بده، انامو وقتم ابلیس میومده که ایمان تا بته، انامو وقت ابلیس میومده بلوی سرده که بته. روایت میکنن در سرگذشتی صوفی علایار در کتاب مسلک نامش میبیاره که نوریدین خواجه 10 بار حج پیاده رفته بوده است، نوریدین خواجه 10 سال حج پیاده رفته بوده است و کامی مرگ مبتلا میشوه، مهمون خانش 40 سال ای صدقه مردم خوردگی بوده است، خدمتش خدمت علما و مسجد بوده است، در همون زمان اولیای دور در میموخانه ششتگی بوده است، همه ای مورید مخلصا و علما ششتگی سر میبرداره میگه ای مردم، نوریدین خواجه 10 بار حج کرد، خدمت علما کرد، 40 سال مردم در نام داد و قبضه عزرائیل گرفتار، ای کدام تون میری خلاصش کنه، شیطان بالای سرش آمده که ایمانش میگیره دیگه، هم حیران میشه کیسر کرده میتونه شیطان کی؟ با دویم بار میگه ای مردم، کدام بود میتونه که من پیر شدم بالای سرش رو یاسین خونه القای کلمه کنه نتونی سه سای ایمانش شیطان میبره، هم آرام. سیم بار میگه ای علما، ای مریدان، نوریدین خواجه ای که همه در خدمت کرده بود مردمی نمانگان او را میشناخت، بره میگم که ابلیس بالای سرش دای ایمانش گرفتنی ای، همین حالا ده میگه شما مشربه میخیزه میگه من میرم، همین خیل میخیزه میرم و که همین دهنی درده میدروین که همه گیریه و نوله کرده بالای سرش ده، زن و فرزنداش اشتیان همین خیلی نگاه میکنه میگه بروی همه تون، همه میبروین که ابلیس در بالای سر ششته و در دستش میگه کاسه آب، گفته است که تشنه اون، میگه آب میتیم و اون شرط گو که این دنیا سوزنده نداره، این می کلمه را گو آب میتیم و دوزی، این دنیا سوزنده نداره، دروغ این پروردگار خدا، این می نگوز میتیم که میگه یقال، میگه حقارت کردن که ابلیس این مهرین گرفته میره و بالای سرش تن میبیو میگه ای نوریدین خواجه 10 حجت کجاشت پیاده رفته بدی، 40 سال مردم در میموخانه و نام دادی کجا شد، خدمت علمات کجا شد، همین خدمت ها کرده کجا شد، اکنون ایرد دان که همه ایشه ای آخری چی به ترس کار،
امروز رحمت الله بالای سرت نباشه که من نمی اومدم به ایمان میرفتی. و میگه همه جا یاسین خواند و القای کلمه کرد، منه نوردین خواجه را بست و به ایمان رفت. حضرت ابو دردا گریه میکرده، قسم به نام الله میگه شما گمان نکنید ای وقتی مردن ده بالای سرتون میبی بدبخت بو. یا حالت هست که ما انا میخیل دیگر هیچ کس ما را یاردم کرده نمیتونه غیر چی؟ غیر رحمت خدا، غیر رحمت خدا. این ای آخر کار ترسیدن در کارای ما امروز دیگه ای آخرای کار نترسیده است. بسیار ما امروز 95% مسلمان ای آخر کارش نمیترسه دیگه که من چیکار کار گشته استم. و قال الله تعالی لنبی صلی الله علیه و سلم، حدیث قدسی بود است که خداوند به حضرت محمد گفته صلی الله علیه و سلم گفته فو عزتی و جلالی، و بزرگیم قسم میخورم ای حبیبی من محمد، با بزرگی جلالت خدم قسم میخورم، لا اجمع علی عبدی خوفین، دو ترس در درونی بنده من یک بار جمع نمیشود، جمع نمیکنم، ولا امنین، دو تا تنجره در درونی بندم جمع نمیکنم. ده چیه ای پروردگار گپ زن؟ گفته یکم امانی شمین ای فا ازا امننی فی دنیا اخفتو فی الاخره، کسی در این دنیا از من نترسید و از آخری کارش نترسید، دل خدا ماشد راست میکنه آخره در سخت میترسان موشن. گمون نکه که دنیا در خدا همه ایچه ما میدانیم خدا همه ایچه را میبخشه، اما نبخشه چی؟ این حقم داره، اما نتیه چی؟ اما نکنه چی؟ هیچ محل با دیلی پر نگویی نه با ترس گریه گو که خدایا اگر نکنی چی؟ ای دنیا دگو کسی ایمان خش امین میگیره میگه همش خوبه و حق الملبینه و لک بخشه این اون میگه پروانه داره، خندیده میگه نکن گو نکن گو حبیبون ما وای ده اخیرا سخت میترسون شد. و ایزا خوفنی فی دنیا امانت خو فی الاخره، کسی اگر در این دنیا ایمان ترسه ای آخری کار ترسه ای رحمتون امید کنه همیشه گریه کنه ترسه، من در آخرت ای خرسندش میکنم. حدیث قدسی بوده است، حدیث ابو نعیم در حلیه روایت کرده بوده است، از حدیث شداد ابن عوض ابن مبارکم در کتاب زهدش حدیث روایت کرده بوده است. و کان صوفیان ثوری، صوفیان ثوری گفت، این تابعین بزرگ و این شخصیت بزرگ گفت، لما احتضر جعلا یبکی و یحزن فقیل له، وقتی مردنش فرا رسید زار زار گریه میکرد، زار زار میگریست، برای او گفتن یا ابا عبدالله تو چی گریه میکنی ای پدر عبدالله، علیک بی رجاء و تو امید کن، فعن عفالله اعظم من ذنوبک، زیرا که عوفی خدا و رحمت خدا همی خیلی بزرگه که تمام گناه های ترا می بخشد، تو چی گریه داری؟ فقال گفت او علا زن بی ابکی، شما گمان کردیم برای گناه هم گریه دارم، لو علیم تو انی اموت علا توحید، من برای او گریه دارم که خدا مرا بنده گیره، اگر حوضیه که بندم نگیره چی؟ من برای گناه او بارمونه، من گریه دارم که همی آخر عمرم در با توحید میرم یا نه، امتحانی من سر شد حوضی ابلیس می بیایا، من انمین در گریه دارم، لم ابالی ان القا بی امثال الجبال العظام من الخطایا، اگر کوهای دنیا را همشا بیارن گوان صوفیان ثوری تو برابر دی ای کوهان وزبین گناه داری، من پروا ندارم، گفت وقتی خدا گوه که صوفیان بنده مای من پروا ندارم، خدا مورا بنده گیره، اگر خطوگی باشه کو میگن کو اگر در کار شوه خطوگی همین رو صد برابر خطوگی میومن میبرم احباس میکنن، خدا ده خطوگی در کار شوه در یک میجا زدن میووا، لیکن گو من بنده گیره، من برای او میترسم که به توحید نروم به ایمان نروم، همه ای کار ده کدام وقت ما در جنت ابدالآبادیم، کدام وقت در رحمت اللهیم، کدام وقت روی ما درخشانه، با اون شرطه که از آخری کارمون چیکار کنیم، هر سم یک نشان همین بوده ای آخری کار ترسیدن در کاره، ای آخری کار ترسیم ای بزرگان را بینیم. در یک روایت دیگر آمده است که صوفیانی ثوری وقتی مردنش ده امر میکنه که هر دو پام بنده منح ما بنده، هر دو پام بنده، برای من تابوت تیار نکنه، و چی کارت کنیم حضرت، بر روی زمین کشه
سری من در این سنگ دکه خرا، سری من در این دیوال دکه خرا، سری من در این زمین خاکالو دکه خرا، بدنای من کشیده تا قبرستان بره، هر قدم ده گویه که خدا همو گناهگار تا آوردیم، خدا تا ادگرست تا آوردیم، نفرمان تا آوردیم، برای من نمیخه در لحد مانی به شما راضیم. این آوردیمش آخرش این آمد، کجا میری آخی؟ آخری کار کجا میری؟ دوستای خدا را بین که با این بزرگی چکمای الله بترسن. در همین حالت میگه بعد شاگرداش اجازت ندادن بالای تابوت بار کردن، میگه پیشی مسجد آوردن که اذان ظهر میگفتن، اذان پیشین میگفتن در روز جنازه این تابعین بزرگ که امام بخاری زیاد حدیثاش از سفیان ثوری روایت کردن. میگه بالای همون چی ده؟ تابوت هم می آمردن که مؤذن میگو اشهد الله اله الا الله، میگن نظر کردیم که تابوت انا میخواد، میگن در تابوت آوردن ده وقتی شهادت ده دیدیم که انگوشت سبابه سفیان بلند ده، در نظر ما اولیاء مردگی هم میمرن به زنده هم، پیغمبر خدا نمرده، پیغمبر خدا مردگی نیست ده، 1400 سال این فیض رسول اکرم همش حج فیض رسول اکرم است. کدام آدم امروز 1.5 میلیارد آدم در نماز اللهم صل علی میگه، پیغمبر نمرده، ما میمریم نامونه نمیگیرن و در درون خاک ما برای رسول الله گریه نکنیم و برای ما گریه کرده و زنده هست، ما برای و دعا نکنیم گریه نکنیم، ما باید گویم خدا ما را رسول امت گیره وی زنده های، وی برای ما در اومدینه خواب های، وی زنده های، نامی کی را امروز میگیرن در ازان بلند، نامی کی رنگی شعار در ازان بلند های، نامی کی در تمامی دیوار و مسجد و کوچه های ممالک عالم اسلام زدگی های، نامی کی های؟ نامی رسول اکرم های، وی زنده های، وی زنده های، وی نمورده های، وی در نظر ما مردگی های، ما افسوس هم که میمورم نامی ما را کسی نمیگیرن، از کوچه ها نامه را گرفتن، از شعار ها نامه را گرفتن، از ضرب المثل ها نامه شانه گرفتن، حتی حیکل حیکل بچه ها شانه کنده پرتفتن، اما نام رسول الله میمونه، وی زنده های، وی زنده های، ما باید گویم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، کی؟ نامی کی را میگره امروز در دنیا خیر؟ نامی کی های؟ نام رسول اکرم های، وی خواب های، وی برای ما گریه کرد، وی برای ما دعا کرد، وی برای ما عذاب کشید، وی برای ما همین قدر یک کپروک شد، پول شد، کپروک شد، شهره ها را حوار کرد، ما را گوی آخری عمر ترسه که تا این که بر رحمت الله رسه، او برای ما خدمت کرد، خدمت رسول الله کرده گید، امروز چیزه میبینه این نماز جمعه ها، این حج فرضی عمره ها، این نشست خواندن قرآن ها، این ذکر ها، این مسلمانی، این نکاح و این حیات و این ختم و این دعا، این فیض او رسول اکرم است، وای زنده های، وای زنده های، وای نمرده های، بسیاری آدم ها زنده هم نامشان را نمیگیرن، او مردگی هم نام رسول الله زنده های، او رفت، او انا همین خیلی بزرگی بود که این نعمت ها را بینه که برای ما آخرت بینی آورد، بعد از اون میگه وقتی نام از آن را میگیرن اشهد و الله گفتن، نگاه میکنه میگه انگوش سبابه صوفیان بلند شد، انا توحید، انا به ایمان رفتن، به پرده خاک، انا به پرده خاک رفتن، با وجود این با می ترسن، می لرزن که خدای مرا بنده گیره، بنده نگیره مونه چی؟ مرا خدا بنده گیره، بندگی های ما جینی این سبارو چی آفریدیم؟ بندگی مرا بنده گیره الله، خدای مرا بنده گیر، خدای آخرتی کاری مرا خوب که ما میخواییم که روامان سفید خیزن، ما میخوایم که در رحمتی تو باشیم، ما میخوایم که در جنتی تا ابدی باشیم، این ای اخیرت بینی بدهی، اخیرتی کار سخت فکر کنیم، ما نمیدونیم اخیرتی کار ای دنیا چخلی میگذاریم، این بزرگان را بین به این اولیاگیشان، به این بزرگیشان با چه گریه میکنن از یالو، خدای مور اخیرتی کار مونه بخیر و ایمان مونه بسلامت گردون، ربنا ایننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین، آمین آمین یا رب العالمین.